سخت خبرها. های جدید محدودیت داره و این امکان وجود نداره که هموطن عزیزی بخواد سفری رو آغاز کنه. آغاز محدودیت تردد در خروجی های استان های ایران. وزارت بهداشت میگوید حدود 3000 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند. I am working from home. I'm self-isolating, and that's entirely. پیشروی ویروس کرونا در جهان. نخست وزیر بریتانیا هم به کووید 19 مبتلا شده. پیشی گرفتن آمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا است. چین بیش از 85000 نفر مبتلا شدند. و دولت افغانستان یک هیئت 21 نفره را برای مذاکره با گروه طالبان تعیین کرده. سلام بر شما، به این بخش خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. بر اساس آمار دولت در ایران تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 به بیش از 32000 نفر رسیده. همزمان از امروز طرح محدودیت تردد و مسافرت در ایران اجرا می شود. بر اساس این طرح که دیروز اعلام شده کسی نباید به مسافرت برود و مسافران هم باید هر چه زودتر به محل سکونت خود بازگردند. متخلفان 500000 تومان جریمه می شوند و ماشینشان هم به مدت یک ماه متوقف خواهد شد. وزارت کشور هم فهرست مشاغلی را اعلام کرده که باید در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تعطیل باشند. مهدی بیگی گزارش می دهد. 8 فروردین ماه سال 1399 اینجا روستای زیبای مارکده. خوشبختانه هنوز تو روستا نداریم. می گوید روستای مارکده کرونا ندارد. خبر خوبی است. اما کرونا و بیماری کووید 19 در بسیاری از شهرهای ایران همچنان قربانی می‌گیرد. بیماری کووید 19 در سراسر کشور مطابق طبق روال آمار ابتلا امروز هم اعلام شد. با جهشی 3000 نفری تعداد کل مبتلایان به 32332 نفر رسید. 144 نفر دیگر هم فوت کردند و تعداد کل قربانیان به 2378 نفر رسید. 11133 نفر هم تا کنون بهبود پیدا کردند. هرچند به نظر عده‌ای دیر شده، اما طرح فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 سرانجام از امروز در ایران اجرا می شود. طرحی پنج بخشی که عمدتاً شامل محدودیت‌های مسافرتی و کاری است. وزارت کشور امروز فهرست مشاغل مجاز و غیر مجاز برای فعالیت در زمان اجرای این طرح را منتشر کرد. فهرستی نسبتاً طولانی. بسیاری از فروشگاه‌های مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد پروتئینی و بازارهای میوه و تره بار و مراکز بهداشتی و درمانی باز خواهند بود. اما به عنوان مثال، بعضی از مشاغل دیگری که نباید تعطیل شوند اینها هستند: مراکز تهیه غذای بیرون بر، جایگاه‌های سوخت، مراکز تعمیر و تأسیسات فنی خودرو و منازل، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها. و اینها هم بعضی مشاغلی هستند که باید تعطیل شوند. مراکز خرید مثل پاساژها، تالارهای پذیرایی، آموزشگاه‌ها، فروشگاه‌های پوشاک و قنادی‌ها. بیکاری حوصله خیلی‌ها را سر می‌برد. فکر بیرون رفتن و مسافرت مثل خوره به جان آدم می افتد. البته اگر پول و مرکبش باشد. اما رئیس پلیس کشور می گوید فکر سفر را از سر بیرون کنید. این امکان وجود نداره که هموطن عزیزی بخواد سفری را آغاز کنه. در ورود اما قضیه در واقع کمی متفاوت هست، به این شکل که هموطنی که به هر شکل به نقطه غیر از محل سکونت خودش مراجعه کرده، بدون اینکه حق ورود به شهر طول مسیر رو داشته باشه، میتونه به منزل و موطن خودش برگرده. به گفته آقای حسینی، به خاطر زیاد بودن تردد کاری، ساکنان استانهای تهران و کرج فعلا میتوانند بین این دو استان تردد کنند. محل سکونت را از روی کارت ملی، پلاک خودرو و بیمه نامه شناسایی میکنند. برخی گزارش ها هم حاکی است که در بعضی از شهرها
ساکنان بومی پیش از ایست و بازرسی ها پلاک ماشین هایشان را به مسافران اجاره می دهند تا بتوانند به شهرها وارد و یا از آنها خارج شوند. پدیده ای که هفته گذشته رئیس پلیس راهور استان فارس هم به آن اشاره کرد و گفت این کار جرم بزرگی است و مجازات دارد. در این میان پلیس فضای مجازی ایران فتا کارگروه ویژه‌ای را برای رصد و کنترل مطالب منتشر شده مرتبط با کرونا در شبکه‌های اجتماعی تشکیل داده. به گفته فتا تاکنون حدود 1000 مورد هم شناسایی شده و بیش از 300 پرونده قضایی هم تشکیل شده. تعطیلات ادامه دارد و 13 بدر هم در راه است. سازمان جنگل‌ها اعلام کرده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 تمام پارک‌های جنگلی را تعطیل کرده. سلام، سال نوتون مبارک. همچنان از مردم خواسته می‌شود که در خانه‌ها بمانند و خودشان را سرگرم کنند. به نظر می‌رسد بازار نانپزی در قرنطینه این روزها داغ است. مهدی بیگی، بی بی سی. کرونا را شکست بدیم و به زندگی عادیمون برگردیم. دکتر بهزاد برومند بسیط، فوق تخصص روانپزشکی و مدرس امپریال کالج لندن از همین شهر با ماست. آقای دکتر متاسفانه به کووید 19 مبتلا شده بودند و دو روز از بیمارستان مرخص شدند. آقای دکتر، قبل از همه چی حالتون چطوره؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگانتون. من الان دو سه روز مرخص شدم، علائم بیماری دیگه ندارم. البته خب ضعف شدید که هستش ادامه داره و مثل تمام بیماری ویروسی که ریه رو درگیر میکنم، من مجاری تنفسیم خیلی حساس تره. قبل از اینکه برسیم به علائم بیماری، آقای دکتر میخواستم بپرسم که آیا میدونید که چطور مبتلا شدید؟ شما به هر حال در اون طیف سنی نیستید که گفته میشد حساس ترین و آسیب پذیرترن. ببینید، اون طیف سنی و اون کسانی که زمینه دارن بیماری شدیدتر درگیرشون میکنه، ولی هر کسی ممکنه مبتلا بشه. با توجه به اطلاعاتی که البته خب اول از همه بگم که ما اطلاعات در مورد کووید 19 خیلی محدود هست و اطلاعاتمون خیلی کمه، و اون چیزی که ما از سازمان بهداشت جهانی میدونیم اینه که این ویروس خیلی سریع منتقل میشه. یعنی تقریبا 20 دونه ذره ویروس کافیه که یک شخص رو مبتلا بکنه، و به صورتی که این منتقل میشه متاسفانه هر کسی رو میتونه منتقل کنه. من خودم یه مثالش هستم. دوره بیماری چطور گذشت آقای دکتر؟ والا دوره بیماری من فرم خیلی شدیدش رو گرفتم. البته خوشبختانه کارم به آی سی یو و دستگاه تهویه نکشید، ولی خب من 5-6 روز اول در خونه خودم رو به قرنطینه کردم که تب شدید و سرفه و علائم دیگه داشتم، ولی چون که از نظر تنفسی من مشکل برخورد کردم با اورژانس تماس گرفتم و اینا منو بستری کردم و آمبولانس اومد و منو بستری کرد و من 5 روز هم در بیمارستان بستری بودم. وقتی میگید که از نظر تنفسی به مشکل برخورد کردید، دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ علائم چی بود؟ مهمترین مشکلش این بودش که خب من تنگی نفس داشتم، سرفه خیلی شدید داشتم، ولی از همه خطرناک‌تر اینه که به خاطر کاهش ظرفیت ریوی اکسیژن خون من افت کرده، و این چیزی که من خودم به شخصه خوب متوجه نمیشم، ولی که وقتی که اون مامور به اصطلاح پرسنل فوریتی پزشکی اومدن و چک کردن، اکسیژن خون من پایین تر از حد لازم بود و همین مهمترین دلیل بود که منو بستری کردن. اول با فشار بالا با اکسیژن به من دادن. خوشبختانه من دیگه نیاز نداشتم و همونجور که خودتون فرمودید، من جزء های گروه آسیب پذیرترین نبودید. آقای دکتر، سوال آخری که داشتم، ببخشید وقتمون محدود هستش. بیماری که مبتلا میشه به کرونا قرنطینه میشه، در بیمارستان هم به هر حال در شرایط بسیار ویژه‌ای هست. شما نرس ها، دکتر هایی که میدید، به هر حال پوشششون متفاوت هست بسیار با پزشکان دیگه‌ای که دارن با مریضان به غیر از کرونا دست و پنجه نرم میکنن به اصطلاح. احتمالاً نمیتونستید با کسی تماس داشته باشید، حتما نمیتونستید، ملاقاتی نداشتید. شرایط، شما روانپزشک هستید، شرایط روانی رو خودتون هم تجربه کردید. یک، چطور میشه کمک کرد از نظر روان به بیماری که مبتلا هست به کرونا و بستری هست؟ مهمترین مسئله همین تماس هست. تماس لزوم نداره فیزیکی و رو در رو باشه. همین که یه نفر صحبت با این، چیزی که واسه من خیلی ارزش داشت، یعنی اون لحظه که من حالم بد بود، اینکه خب من تماس مکرر داشتم طریق دوستانم، اطرافیانم و کسانی که خب
از طریق تلفن، از طریق پیام دادن با واتساپ و بقیه موارد من رو حمایت میکردن. این احساس حمایت شدن خیلی مهمه. حتی قبل از کسی مبتلا بشه، ما خیلی افراد داریم که مبتلا به بیماری روانی مثل افسردگی و استراب هستن و اون ترس از بیماری که از شایع ترین علل ترس هستش تو کسانی که بیماری استراب دارن و این که تو خونه بمونن و تنها باشن و منزوی باشن، این بدترین چیز برای کسی که بیماری روانی مثل استراب یا افسردگی داره. اگه کسی که مبتلا بشه، اون ضربه بیماری و اون فشاری که میاره خودش به نوبه خود میتونه باعث شعله ور شدن یه حمله بشه. مثلا کسانی که بیماری دو قطبی یا بایپولار دارن یا اسکیزوفرنیا دارن، این خودش میتونه باعث شعله ور شدن بشه، اون ضعف و اون استرسی که یه ابتلا به بیماری کرونا ایجاد میکنه. سپاسگزارم. سالم باشید دکتر بهزاد برومند بسیط، فوق تخصص روانپزشکی و مدرس امپیریال کالج اینجا در لندن با ما صحبت میکردند. در ایران نماینده مشهد در مجلس با انتقاد از مدیریت مهار ویروس کرونا آمار وزارت بهداشت درباره شمار مبتلایان به این ویروس را زیر سوال برده. رضا شیران گفته که نام ویروس کرونا در ایران بیماری حاد تنفسی شده و با این نامگذاری گفته می شود که 400 نفر در خراسان رضوی بر اثر بیماری حاد تنفسی فوت شدند و 50 نفر هم به دلیل کرونا. پیشتر نماینده وزارت بهداشت در گیلان هم آمار درگذشتگان بر اثر ابتلا به کرونا را در این استان 200 نفر عنوان کرده بود. اجازه بدید که با فرنوش امیرشاهی صحبت بکنیم که از شهر پراگ در جمهوری چک با ما هستند. فرنوش، انتقادها از شیوه عملکرد حکومت و به طور مشخص دولت آقای روحانی از جانب طیفی که به عنوان خودیهای نظام هم شناخته میشن بالا گرفته. درست علی، اگه من بخوام دستبندی کنم مجموعه انتقاداتی که تا به اینجا نسبت به مدیریت این بحران انجام شده، میتونم بگم دو محور اصلی داره. اول اینکه تعلل صورت گرفته در برخورد قاطعانه با این ویروس و مدیریت این بحران. یک، در واقع مدیریت یک پارچه وجود نداشته و از طرف دیگه گفته میشه که دولت به عنوان مسئول اجرایی دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع اقتدار لازم برای پیشبرد دستوراتش رو نداره و همینطور توان مالی و همینطور در واقع اختیارات رو نداره برای اینکه بخواد اینها رو پیش ببره. همین الان هم مشخص نیست این دستورالعمل‌هایی که در مورد ممنوعیت تردد و محدودیت این موضوع مطرح شده چقدر جدی باشه و قابل اجرا باشه. از طرف دیگه مضاف بر این که آیا واقعا توان و اختیار و اقتدار داره یا نداره، موضع‌گیری های مثل موضع‌گیری آیت الله خامنه ای در مورد اینکه مثلا این ویروس رو توطئه آمریکا میدونه، باز همین موضوع رو مطرح کرده که جمهوری اسلامی با بحران کرونا برخورد سیاسی میکنه و حاضر نیست که از ایدئولوژی های سیاسی خودش کوتاه بیاد. نتیجهش این میشه که مثلا پزشکان بدون مرز برگردونده میشن یا اینکه کمک‌های آمریکا رد میشه. در مورد دولت آقای روحانی هم همین موضوع مطرحه. از این موضوع به نظر میاد که داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه تحریم‌ها رو لغو بکنه. نامه‌نگاری‌های گسترده انجام شده توسط آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران، ولی به هر حال بازم معلوم نیستش که چقدر بتونه این موضوع رو به نتیجه برسونه. ببینید اینکه سوال بعدی که می‌خواستم ازت بپرسم، صحبت کردی از دولت آقای روحانی، تلاش‌های وزیر خارجه ایران برای رفع تحریم‌ها، برگردیم آیت الله خامنه‌ای که به او اشاره کردی و می‌دونیم که آیت الله خامنه‌ای دو بار مشخصاً از امکان آمریکا ساز بودن این ویروس کرونا صحبت کرده بوده. معمولا وقتی آیت الله خامنه‌ای حرفی میزنه بعداً رسانه‌ها از همه طیف‌ها، از همه جناح‌ها حتی عین اون کلمات رو استفاده می‌کنن. چقدر این بار جدی گرفتن رسانه‌های ایران، چه دولتی چه غیر دولتی ها، این حرف آیت الله خامنه‌ای رو و روش دارن مانور میدن؟ از طرف خود نهادهای نزدیک به در واقع بیت رهبر جمهوری اسلامی مثل وبسایت رسمی خود رهبر جمهوری اسلامی یا رسانه هایی که بسیار نزدیک به او هستن، این موضوع مطرح میشه. این موضوع که به هر حال این ممکنه حمله بیولوژیکی باشه، بعضی از نمایندگانی که نزدیک به طیف اصولگرایان هم هستن این موضوع رو مطرح کردن، موضع‌گیری های آیت الله خامنه‌ای رو بهش به هر حال اومده، سعی کردن که این موضوع رو بپردازن و تبلیغ بکنن. اما
اما از طرف دیگه اون چه که به هر حال دیده میشه در دنیا، گسترش این ویروس در خود آمریکا و این جهشی که پیدا کرده در این کشور و همینطور اروپا، باعث شده که باز هم یه مقدار این استدلال زیر سوال بره. پزشکان در این مورد موضع‌گیری کردن و دولت هم خیلی به این موضوع نپرداخته. سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، همکار ما که از پراگ با ما صحبت میکرد. با یک حساب سرانگشتی به نظر میرسد که در این لحظه که با شما صحبت میکنم، یک سوم جمعیت کره زمین به نوعی در قرنطینه یا محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا زندگی میکنند. در سراسر جهان، از ژاپن گرفته تا آمریکا، هر کشوری برای مقابله با شیوع ویروس مرموز و غیر قابل پیش بینی کرونا شیوه ای را برگزیده که انتهای همه اونها به خانه نشینی شهروندان ختم میشود. پوریا ژافره گزارش میدهد. روزگار غریبی است. بوریس جانسون نخست وزیر و بالاترین مقام اجرایی بریتانیا اعلام کرده آزمایش کرونا او مثبت بوده، هرچند علائم خفیفی از بیماری در او دیده می شود. Hi folks, I want to bring you up to speed with something. میخوام شما را از موضوعی که امروز اتفاق افتاد مطلع کنم. در من نشانه های خفیف ویروس کرونا پیدا شده بود. یعنی به صورت ممتد سرفه میکردم و تب هم کرده بودم. با توصیه مشاور پزشکی تست کرونا انجام دادم که نتیجهش مثبت در اومد. برای همین خودم را از بقیه جدا کردم و از خانه کار میکنم که درست‌ترین کاری است که میشود انجام. And that's entirely the right thing to do. این در حالی است که چند روز پیش ابتلای شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا هم به کرونا تایید شده بود. شاهزاده چارلز حالا به دور از بقیه خانواده سلطنتی در اسکاتلند خود را خانه نشین کرده است. واقعا روزگار غریبی است. اینجا در کولومبیا ارتش وظیفه رساندن مواد غذایی را به مردمی که در خانه هایشان حبس شده اند به عهده گرفته. فاصله بین افراد با توجه به توصیه هایی که شده خیلی ایمن به نظر نمی رسد، ولی دست کم نظم رعایت می شود و مردم با اعتماد به اینکه مایحتاج روزانهشان به آنها خواهد رسید در خانه می مانند. با مختل شدن زندگی روزمره بسیاری در سراسر جهان، بشر فارغ از نژاد، ملیت یا مذهب، حالا به صورت تمام قد رو در روی ویروس کرونا ایستاده است. آمار جهانی مبتلایان به بیماری کووید 19 حالا از 500,000 نفر هم بیشتر شده است که در این میان با بیشتر از 85,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا این آمریکاست که بزرگترین سهم را دارد. هرچند تعداد کشته شدگان در این کشور به صورت قابل ملاحظه‌ای کمتر از چین است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز نشست خبری روزانه‌اش یادی از گذشته می‌کند. ترامپ که بارها در گذشته کرونا را ویروس چینی یا ویروس ووهان نامیده بود، باز هم با ادبیات خاصش چینی ها را بی نصیب نمی گذارد. چه روز قشنگیه. خیلی ممنون که دارید کار می کنید. چقدر صندلی خالی اینجاست. هیچ وقت اینجا را اینجوری ندیده بودم. خدای من، دنیای ما چقدر عوض شده. چقدر دنیای ما عوض شده. بله، مبتلایان ما بیشتر از بقیه هن. ولی این به خاطر اینه که داریم به طرز فوق‌العاده‌ای آزمایش میکنیم و مطمئنم هیچ کدوم از شما نمیدونه که چین الان داره چند نفر رو آزمایش میکنه. این ملاقات گروه 20 که برای اولین بار به صورت کنفرانس ویدیویی انجام شد. بسیاری از سران کشورها که با آمار وحشتناک بیکاری دست به گریبانند میخواهند هرچه زودتر چرخ اقتصاد دوباره شروع به گردش کند. ولی فعلا اوضاع طور دیگری است. اینجا فرودگاه شارل دوگل در حومه پاریس، دومین فرودگاه بزرگ اروپا، بیشتر پروازها لغو شدند. آنها که دنبال پرواز کردنند، چند توریست بدشانس که در فرانسه گیر افتادند. همه برای مقابله با کرونا به تکاپو افتادند. در پاکستان طبق قانونی جدید در یک مسجد حداکثر 5 نفر در یک زمان می توانند حضور داشته باشند و این هم در هند، جایی که استادیوم های کریکت تبدیل به بیمارستان صحرایی برای بیماران مبتلا به کرونا می شود. مرموز و غیر قابل پیش بینی بودن این ویروس ثابت کرده برای سلامتی تا حد ممکن باید همه خطرات را کم کرد. پوریا ژافره، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری از بی بی سی در لندن. همزمان با آغاز طرح محدودیت خروج از استان‌ها، وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 3000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. با ادامه شیوع بیماری کووید 19 در جهان، آزمایش کرونای نخست وزیر بریتانیا هم مثبت اعلام شد. و در ادامه این برنامه،
تشویق سراسری مردم برای قدردانی از کادر پزشکی بریتانیا در مبارزه با کرونا. برخی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان از ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان انتقاد کردند و گفتند که در این مورد با آنها مشورت نشده. دولت ترکیب اعضای این هیئت 21 نفره رو شب گذشته اعلام کرده. شماری از افراد وابسته به احزاب و جریان‌های سیاسی متفاوت و 5 زن عضو این هیئت هستند. در حالی که برخی می‌گویند هیئت مذاکره کننده با طالبان نماینده تمام اقشار افغانستان نیست، دولت بر همه شمول بودن آن تاکید دارد. اجازه بدید که با شهلا فرید صحبت بکنیم، عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان که از شهر کابل با ما هستن. خانم فرید، شما چی فکر میکنید در مورد این هیئت که خودتون هم عضوش هستید؟ به نظر شما آیا این هیئت همه شمول هست؟ بارز سلام. ببینین، هنوز ما با هیئت نشست نداشتیم، ولی ظاهرا زمانی که لیست به اطلاع جمعی رسید، ما فکر میکنم که ترکیب است که نمایندگی از اقشار مختلف جامعه داره و همچنین از لحاظ جنسیتی مو هدف 30% زنا را هم ما در این هیئت دیده میتونیم. لذا ما فکر میکنم که هیئت تا حد همه شمول است و مشکل در رابطه با همه شمول بودن هیئت نیست، مگر اینکه نظریه خانم فرید ببخشید درست شنیدم، شما گفتید که 30% هیئت مذاکره کننده زن هستند؟ تقریبا 30% میشه، ولی در بین 20 نفر وقت ما 5 نفر خانم ها هستیم، من فکر میکنم ما هدف هم میرسانن که اولین تا چه اندازه فکر میکنید که این 30% میتونن حقوق زنان افغانستان رو در مذاکره با طالبان که کار آسونی هم نیست به ویژه در امور زنان نمایندگی بکنن؟ ببینین، اعضایی که در زنا که در این هیئت حضور دارن همشون زنایی هستن که تا حد بر زنای افغانستان متعهد هستن و کارهای در این رابطه انجام دادن، اشخاص با تجربه هستن و در مذاکره هم تجربه دارن. من خودم به عنوان یک زن حقوقدان شامل از این گروه شدیم از جامعه مدنی افغانستان، لذا من آرمانهای زنای افغانستان و همچنان حقوق زنای افغانستان، چیزی که اسلام بر زنا عطا کرده و مطابق به قوانین قانون اساسی و قوانین بین المللی میتونم که با طالبان در مذاکره مطرح کنم. تا کنون با شما درباره این مذاکره و مباحثی که قرار هست با طالبان در میون بگذارید و باهاشون بحث بکنید صحبت شده؟ میدونید در مورد چی دارید صحبت میکنید؟ ببینید، هنوز گروپ نشست نداشته. نظر من این است که گروپ مذاکره کننده باید داره یک استراتژی یا راهکار باشه که او راهکار بتانه پاسخگوی سوالایی باشه که مذاکره را شکل میده. از اون جمله هدف مذاکره باید مشخص باشه. تیمی که مذاکره میکنه در استراتژی باید مشخص کنن که دارای چی نوع صلاحیت یا مشروعیت صلاحیت هستن و همچنان تیم باید این را مشخص کنه که چی پیامدهایی را در مذاکره میتونن داشته باشه و تیم بسیار بروز مذاکره کرده بتونه، یعنی بتونن که یک مذاکره مفهومی را خود تیم پیش برده بتونه. او وقت است ما میتونم بگویم که ما از کجا شروع میکنیم مذاکره را، ولی هنوز ما چون با هیئت نشست نداشتیم و استراتژی هم تعیین نشده، مدیریت هیئت بسیار مهم است که یک مدیریت سالم در هیئت وجود داشته باشه و هیئت هم نظر و دیدگاه واحد داشته باشه، بیشتر ما میتونیم به طرف یک تیم موفق برای مذاکرات بریم. سپاسگزارم شهلا فرید که از کابل با ما صحبت میکردن. وزارت امور خارجه آمریکا معافیت‌های تحریم برای عراق در رابطه با خرید برق از ایران را تنها برای یک ماه دیگر تمدید کرده. وزارت خارجه آمریکا گفته عراق با این معافیت می‌تواند در یک ماه آینده خرید برق و گاز از ایران را ادامه دهد. پیشتر مقام‌های عراقی گفته بودند این آخرین معافیتی است که در این مورد به بغداد داده می‌شود. آمریکا از یک سال و نیم پیش تا کنون چندین بار این معافیت‌ها را تمدید کرده. ظرفیت تولید برق عراق پاسخگوی نیاز داخلی آن نیست و این کشور نزدیک به یک سوم برق مصرفیش را از جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند. نفیسه کوهنورد همکار ما در این رابطه از اسکایپ از طریق اسکایپ با ماست. نفیسه، همیشه این تمدیدها سه ماه یک بار بود، برای سه ماه تمدید می‌شد، چرا حالا به یک ماه خلاصش کردن؟ آیا واقعا آخرین باره؟ علی، البته بار قبل هم 45 روزه تمدید شد، ولی بارهای قبل همونطور که گفتی سه ماهه بود و اونطور که من وقتی با وزیر انرژی عراق مصاحبه کردم خیلی امیدوار بودن که این معافیت ها ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه به گفته وزیر انرژی بیش از 25 تا 30 درصد زیرساخت های عراق، پالایشگاه ها و نیروگاه های عراق در جنگ های مختلف چندین سال گذشته این کشور آسیب دیده و حداقل این کشور 3 تا 4 سال
به گفته مقامات نیازمند این هست که بتونه بازسازی رو انجام بده و پاسخگوی نیازهای داخلی خودش باشه. در حال حاضر 2000 و عراق گاز کافی برای تولید 2800 مگاوات برق از ایران وارد میکنه و 1200 مگاوات هم برق به صورت مستقیم داره وارد میکنه. اما اینکه چرا آمریکا الان کوتاه‌ترین مدت معافیت رو داده به نظر میرسه برمیگرده به تحولات چند مدت اخیر عراق، به خصوص حمله های مکرر بر پایگاه ها و مناطقی که در حقیقت نیروهای آمریکایی و دیپلمات‌های آمریکایی در اون مستقر هستند ادامه داشته، که به صورت خیلی مشخص از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، فرمانده نیروهای قدس سپاه از طرف آمریکایی‌ها شدت پیدا کرده. همین دو روز قبل بود که باز هم چند راکت در پایگاه یونیون تری که مقر نیروهای آمریکایی و ائتلاف در بغداد هست سقوط کرد. نفیس دنیای امروز نه ایران نه عراق نه آمریکا، دنیای دو سه هفته قبلشون هم نیستن با توجه به شیوع ویروس کرونا. تا چه اندازه با توجه به بحرانی که جهان با اون روبروست و خاورمیانه، عراق این امکان رو داره که در این یک ماه واقعا بتونه جایگزینی برای ایران پیدا کنه؟ حتی اگه کرونا نبود هم عراق نمیتونست به این در این مدت کوتاه بتونه جایگزینی برای برق ایران پیدا بکنه یا سوخت گازوئیل رو جایگزین بکنه، به خاطر اینکه پالایشگاه‌هاش آماده چنین چیزی نیست. اما همین قضیه کرونا خیلی فشار رو بیشتر خواهد کرد. همین الان که من دارم باهاتون صحبت می‌کنم بصره 29 درجه است، بغداد 25 درجه است و روزهای گرم عراق داره فرا میرسه، در حالی که قرنطینه این کشور همچنان ادامه داره، قرنطینه شهرهای این کشور همچنان ادامه داره و مردم خانه نشینن، نیازمند استفاده بیشتر از برق هستن. در همین سالهای گذشته هم عراق وابسته، مردم عراق وابسته به ژنراتورها بودن که هزینه‌اش رو نمیتونن همه بدن، برای همین هم خیلی ها فقط همون چند ساعت برقی دولتی که داشتن رو استفاده میکردن. و الان این مصرف بالاتر خواهد رفت و به نظر نمیرسه که این فشارها خیلی منطقی و قابل اجرا باشه برای عراق. کوهنورد، سپاسگزارم اینجا در لندن. و در روزهای گذشته مردم در بسیاری از کشورها در ساعتی مشخص در مقابل در خانه یا از بالکن آپارتمان یا هر جای دیگری که بودند با دست زدن کادر درمانی کشورشون رو تشویق و از اونها برای مقابله با ویروس کرونا تشکر کردند. در بریتانیا هم بسیاری از مردم ساعت 8 دیشب به همین شیوه از پرستاران و پزشکانی که در شرایط بحرانی کنونی همچنان به کارشان ادامه می‌دهند تشکر کردند. تصاویری از این لحظه‌ها رو با هم ببینیم. از بی بی سی در لندن به پایان این بخش خبری رسیدیم. تندرست باشید.